با درود به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و با تبریک به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر و با خوشامدگویی به شما عزیزانی که جشن امروز رو با ما همراهی میکنید. جشن امروز رو با یک دقیقه سکوت آغاز میکنیم به احترام همه مبارزانی که پرچم و آرمان انسانی اول ماه مه رو در سراسر عالم و ایران برافراشته نگه داشتن و به همه عزیزانی که در راه دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم جان عزیزشون رو از دست دادن و دیگر عزیزانی که در این راه متحمل زندان و درد و رنج شدند و به ویژه احترام به کارگران و معلمان و دیگر زندانیان مدنی و سیاسی. همبستگی کارگران جهانه. اول ماه مه اما فقط یک روز نیست، نماد جنبشیه که پس سالها تلاش سرانجام در کنگره کارگری پاریس در 20 ژوئیه 1889 از ایده به عمل درآمد. پیشروان جنبش کارگری در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی در نشست‌ها و کنگره‌های پیشین خود
بر اهمیت و نقش دگرگونساز همبستگی میان کارگران کشورهای مختلف وقوف داشتند. در همین ایام هم که کارگران در زیر استثمار شدید و بی‌رحمانه کارخانه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری از بدیهی‌ترین حقوق انسانیشون محروم شده بودند، سازمان‌های کارگری در کشورهای صنعتی تا حدود زیادی به رغم گرایشات نظری و شیوه‌های مبارزاتی که داشتند، به نوعی همبستگی رسیده بودند. با این حال می دونستند که همبستگی رو بایستی از پایین و در ابعاد جهانی ایجاد کرد تا کارگران بتونن به کمک اون به حقوق انسانیشون برسن. خود جریانات متشکل در کنگره پاریس دارای گرایشات مختلفی بودند. با این همه تونسته بودند علی‌رغم تفاوت‌های نظری و مسلکی حول ضرورت همبستگی طبقه کارگر نه تنها در یک کشور بلکه در سطح جهان با هم توافق کنند. اونها همبستگی رو ابتدا از خود شروع کردن و اون رو الگوی همبستگی جهانی قرار دادن. تلاش ها و کنفرانس های سازمان های کارگری با همه اهمیت و تأثیری که در این خصوص داشت ولی نتونسته بود در اون ایام توده های کارگر رو از پایین و در سطح جهان به هم پیوند بزنه. اما در سیاست گذاری و ایده پردازی برای جنبش کارگری سازمان های کارگری وقت نقش تعیین کننده داشتند. ایده روز جهانی برای همبستگی کارگران هم توسط این سازمان ها طرح و عمل شد. Thank you.
خود دنیایی را میبینم که در آن هیچ انسانی انسان دیگر را خوار نمیشمارد. زمین از عشق و دوستی سرشار است و صلح و آرامش گذرگاه‌هایش را میآراید. من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن همگان راه گرامی آزادی را میشناسند. حسد جان را نمیگزد و طمع روزگار را بر ما سیاه نمی کند. من در رویای خود دنیایی را می بینم که در آن سیاه یا سفید از هر نژادی که هستی از نعمتهای گسترده زمین سهم می برد. هر انسانی آزاد است. شوربختی از شرم سر به زیر می افکند و شادی همچون مرواری دیگران قیمت نیازهای تمامی بشریت را بر می آورد. چون این است دنیای رویای من. اول ماه مهر روز جهانی کارگر را به کارگران کشورمان و به همه مزد حقوق بگیران تبریک میگویم. اول ماه مهر روز مبارزه برای تأمین مطالبات کارگران، روز تلاش برای تأمین حقوق آنان و همچنین همبستگی جهانی برای دنیای بهتر و انسانی تر است. جمهوری اسلامی طی 42 سال گذشته تلاش کرده است که از برگزاری این روز در ایران جلوگیری نماید، تجمعات کارگران را به هم بزند و فعالین آنها را زندانی کند. امسال هم در آستانه اول ماه تعدادی از فعالین کارگری بازداشت شدند، تعدادی دیگر تهدید شدند. همچنین 4 تن از فعالین صنفی معلمان کشورمان هم بازداشت شدند. اول ماه مهر با همبستگی، با اعلام همبستگی با کارگران و معلمان کشورمان و پشتیبانی از خواستها و مطالبات آنان گرامی داریم و هر کجا که هستیم در این روز خواستار آزادی کارگران و معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی شدیم. بینندگان عزیز، تصاویر رو که مشاهده میکنید صحنه‌هایی از اعلام همبستگی و پشتیبانی از اعتراضات معلمان و کارگران در نشست حضوری اعضای شورای مرکزی حزب چپ ایران فدایان خلق به مناسبت اول ماه مهر است. میخواهم مدام بشنوم شمارش آنچه را که حق من است. خوراک کافی حق من است و این حقم نیست که کسی لقمه از دهانم برگیرد. حق من داشتن سقفی است بالای سر، اما آیا در ازای هر حقی سقفی وجود دارد؟ داند حق من است.
عوض شدن و نرفتن و لباس زیبا پوشیدن حق من است. ژنده پوشیدن، قرض گرفتن، تیپا خوردن، حقیقت را گفتن و حقیقت را شنیدن حق من است. بیش و بالاتر از همه زیستن بیگمان حق من است. آیا چنین نیست؟1299 یعنی 100 سال پیش در نشریه حقیقت منتشر شد و گروه بزرگتری با روز کارگر و فلسفه و چگونگی تشکیلمون آشنا شدن. نخستین اتحادیه‌های کارگری هم در همین دوران شکل گرفتن و برگزاری روز جهانی کارگر هم همزمان با اون توسط اتحادیه‌ها شروع شد و در آغاز و تا زمانی که پایه‌های دیکتاتوری رژیم رضا شاه محکم نشده بود و اتحادیه‌ها از آزادی نسبی برای فعالیت برخوردار بودند، روز کارگر هم سال به سال بهتر برگزار می‌شد. اتحادیه‌های کارگری هم مرتب در حال رشد بودند و زمانی هم که فعالیت احزاب و اتحادیه‌های کارگری در سال 1310 رسماً ممنوع شد و قانون منع فعالیت‌های اشتراکی به تصویب رسید، کارگران کارخانه نساجی وطن در اصفهان در 15 اردیبهشت با درخواست 13 خواسته دست به اعتصاب زدند و به مقابله با ممنوعیت فعالیت سندیکایی که در واقع به طور غیررسمی از سال 1305 شروع شده بود برخواستند. رهبران این اعتصاب هم به همراه تعدادی از کارگران اخراج و زندانی شدند. با این حال کارگران به بخشی از خواسته های خود رسیدند. رهبر این اعتصاب و کسی که توانسته بود در اوج سیطره رژیم دیکتاتوری رضا شاه دیکتاتوری او را به مبارزه بطلبد، محمد اسماعیلی، مشهور به سید محمد تنها بود که پس از تحمل 7 سال زندان به قتل رسید. در دوران رضا شاه عده دیگری از مبارزترین رهبران وقت جنبش سندیکایی به نامهای علی شرقی، محمد انزابی، پور رحمتی، سید تقی حجازی و رضا غلام عبدالله زاده به قتل رسیدند و عده دیگری از آنان تا سقوط رضا شاه در زندان به سر بردند. من کارم، کالایم، تکه آهنی گداخته
در جهنم سود زیر پای دپوی سرمایه در فشار مناسبات زاده می شوم، به فراوانی جمعیتی بزرگ، به سرسختی حلقه های زنجیر، به وسعت مرزهای ناپیدا، از شمال تا جنوب، از مشرق تا مغرب، در دبستان، دبیرستان، دانشگاه، درمانگاه و بیمارستان، در کارگاه های خرد، کارخانجات کوچک، در صنایع بزرگ. من سربازم، رانندم، رفتگرم، نگهبانم، من نانوا، نرس، پرستارم، من فقرم، دردم، تبعیزم، من کارگر پیمانکارم، در نفت، گاز، پتروشیمی، در معادن سیمان، آهن، در کورپسخانه ها، من کارگرم، انسانم، در منطق مناسبات تو با توپ و تانک و تیر و تفنگ کالا شده ام، اکنون آمده ام معترض و امیدوار که تندیس ترس و تبعیض را بشکنم، که بند بزک کرده بندگی را ببرم، آمده ام در روزی که مال من است زندگی را پس بگیرم و هر آنچه را به گروگان برده اید. من کارگرم، انسانم. ما مست از سخنانی هستیم که هنوز به فریاد در نیاورده ایم، مست از بوسه هایی هستیم که هنوز نگرفته ایم، از روزهایی که هنوز نیامده اند، از آزادی که در طلبش بودیم، از آزادی که ذره ذره به دست می آوریم. پرچم را بالا بگیر تا بر صورت بادها سیلی بزند، حتی لاک پشت ها هم هنگامی که بدانند به کجا می روند زودتر از سرگوش ها به مقصد می رسند. اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران رو به همه شما کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان عزیز تبریک می ده. این روز رو در شرایطی جشن میگیریم که بسیاری از فعالین کارگری، معلمان و بازنشستگان و فعالین مدنی در بازداشت به سر میبرن و برخی از اونها
در همین چند روز گذشته بازداشت شدند. جمهوری اسلامی در تمام این سالها تلاش کرده که جلوی فعالیت و مبارزه کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران رو و تمام مردمی که برای آزادی مبارزه می کنند رو بگیره و تنها پاسخش برای خواستها و مطالبات برحق همه شما سرکوب و زندان و شکنجه بود. اما 42 سال تاریخ جمهوری اسلامی نشون میده که تمام این سرکوب ها و بگیر و ببند ها نتونسته حتی کوچکترین خللی در اراده و عزم شما برای رسیدن به خواسته هاتون ایجاد کنه. در طول 2 سال گذشته به خاطر پاندمی کرونا شرایط همه شما بسیار بسیار وخیم تر شده. به همین جهت هم تمام مبارزات و اعتصابات و راهپیمایی ها در طول این 2 سال تشدید شد و ما شاهد بسیاری از این مبارزات از جمله اعتصابات شما کارگران نفت و کارگران قسمت های دیگه بودیم. هرچند در کشورهای دیگه به خاطر حضور و وجود اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و حمایت‌های دولتی نتونستن در واقع فشار بسیار زیادی رو بر کارگران و زحمتکشان بیارن، اما در کشور ما این حمایت‌ها هم وجود نداشت و شرایط شما بسیار سخت‌تر شده. امیدوارم علارغم همه این مشکلات، علارغم سرکوبی که مدام ادامه داشته، بتونید امروز هرچند در محافل کوچک خودتون جشن اول ماه مهر رو با شکوه هرچه بیشتر بگیرید و برای همه شما آرزوی پایداری برای تلاشاتون و موفقیت در مبارزتون رو دارم. اول ماه مهر بر همه شما مبارک بود.
کمان بردن شعله میمیرن، بساط ظلم ریشه میگیرن، نخوش نکن شاخه سرسبز که آب از خون شهیدان خورد، نخوش نکن شاخه سرسبز که آب از خون شهیدان خورد، زهر برگی کشم خاک افتن هزار سر و چمن خوشک و برایل خوشویست کرکار ای وقت تانه باش دلائن حزب چپ ایران فدایان خلق یا بیشین فدایان گل هم لخدمتی و اول مانگ می فرنگی برانبر و گرد یانزه مانگ گلان روزی یکیتی و اعتراض کرکاری دنیاست و ای هم که بیداد و ای هم که ظلم و ای هم که دوچاوکیه للایه تسلاته و دولتیل سرمایه داری. کرکارل عزیز، ایما ای روژه و ایوا زحمت کیشل شاواشیشی من. کرکارل گش ولاتی جیال نتوه رنگ و جنسیان ده ای روژه اره یک تسلات خویان نشان بیان تیر نو خیاوانه تا داخوازیه لخویان اره خلق بیشن. واره و دست هاوردن دا خوزیریان و گرد یک ترکین خبات بکن. تواو کرکاریل بلاتگمان ایران جیال نتوه خویان دا خوزیان جوری یکه و تا و گرد یک نمون و پشت یک نگرن نیتونن دا خوزیریان و دست بارن. کرکاریل عزیز، لهر کوری که هین لروژی یانزه مانگ گلان باین نو خیاوانیل وره و دست هاتن دو خوزیلتان لورانبر ای هم که ظلم دست نو دست یک ترکین خبات بکین. فقط یکیتی توینید کرکاریل و حق خویان برسند و امید روژی گیم که کرکاریل زحمت کشیل کوربله سوخت بریل و حق خویان برسند. روژتان پیروز بود، یانتان آزاد. وقتی باد می‌گذشت دهان کوچه را بویید، نگاه پنجره در آن گم شد، پرسیدم گل سرخ آیا با باد رفت، گفت شاید پنجره بسته بود، به پرده ها پلک نگوشونده بودند، پرسیدم نسترنها، گفت وقتی جسارت یافتند که بر حصار خانه ها بپیچند و از آن بالا بروند، باد شاخ را شکست، گل برگ ها را چید، پرسیدم یعنی باب، گفت آری، باور نداری به کوچه نگاه کن، به دست ها و سبد ها کم خالی هند، گلدان هایی که باژگون در تراس خانه های ایستادن، پرسیدم یعنی باب، گفت آری، به دیگر هیچ نپرسیدم. Thank you.
آینه آمدند، در دستشان الماس، در دستشان سیغل. شب را تراشیدند با کلام و کرمهای شفاف، با شراره و شمهای روشن، با مشاطه و مشعلهای فراوان. پس آنگاه دیوها آمدند، شب را گستردند، ستاره ها را شکستند. آه به آسمان نگاه کنید، نقطه ها همه می درخشند، به شب از سینه ریز ستاره ها سر ریز. بینندگان عزیز، در برنامه امروز گزارشاتی رو از برگزاری اول ماه مه در کشورهای مختلف خواهیم داشت که تا کنون به دستمون رسیده. اول ماه مه، 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر در شهر کلم. در برابر ساختمان دگبه، سندیکاهای کارگری با احزاب چپ راهپیمایی خودشون رو شروع میکنن. اعضای حزب چپ نیز فعالانه در این تظاهرات شرکت کردند. تجمع کنندگان در حال شروع راهپیمایی هستند. ما
جوانم زیباست، گسترده بیکران جانم زیباست. ای روز خجستگان پیروز، سلام با آمدنت جان جهانم زیباست. با تو تپش زمانه میماند و من، این لحظه دل جوانه میخواند و من، گلخند بلند روز پیروزی را زحمتکش این زمانه میداند و من. سلام روز جهانی کارگر بر همه کارگران و زحمتکشان، بر همه زنان و مادران زحمتکش کارگر همیهنمان مبارک و خجسته باد. این روز بزرگ بر همه مدافعین حقوق کارگران و زحمتکشان، به ویژه کسانی که در کنار صلح و آزادی موضوع عدالت اجتماعی و پرداختن به مسئله معیشت و فقر و بیچارگی مردم فرودست در آشان مسئله اول هست، مبارک و گرامی باد. من با اجازه شما و استفاده از شما که این فرصت در اختیار من گذاشتین، چند شعر انتخاب کردم که خدمتتان تقدیم میکنم. شعر اول شعری است از رفیق جان باخته مرضی احمدی اصولی به نام من یک زنم. من یک زنم،
کارگری که دستهایش ماشین عظیم کارخانه را به حرکت در می آورد. هر روز تواناییش را دندانهای چرف ریز ریز می کند پیش چشمانش. زنی که از اساره جانش پروارتر می شود لاشه خونخوار از تباهی خونش. از تباهی خونش افزونتر می شود سود سرمایه دار. زنی که مترادف مفهومش در هیچ جای فرهنگ ننگ‌آلود شما وجود ندارد. دستهایش سفید، قامتش ظریف که پوستش لطیفتر و گیسوانش قطاگین‌تر باشد. من زنی آزادم، زنی که از آغاز پا به پای رفیق و برادرم دشتها را در نوردیده است. زنی که پرورده است بازوی نیرومند کارگر، دستان نیرومند برزگر. من خود کارگر، من خود برزگر. شعر دوم از باز از رفیق جان باخته شاعر کارگران و زحمتکشان رفیق سید سلطانپور انتخاب کردم، یه گوشه ای از شعرش. رفیق سلطانپور اون زمان که بر روی تریلی به سمت جنوب شهر به سمت راهان و کشتارگاه با یک جمعی از کارگران و زحمتکشان که در چارچوب بازیگران آماتور در عرصه تئاتر ازشان استفاده میکرد در حرکت بود، در میان حلقه محاصره گزنوان و پاسداران سرمایه رو به اونا کرد و این تیک شعر سرود که اینجا تقدیم دارم میشه. سهم ما را بدهید، ما در کارخانه ها و معدن های تاریک می سوزیم و مثل توده های نیم سوز از دهان برق و زغال بیرون میزنیم. سهم ما گرفتنی است، میدانیم. دو شعر از شاعر نامدار کردستان شیرکو بیکس انتخاب شده که تقدیم حضورتان میگرد. اگر از شعرهایم گل را جدا کنند، از چهار فصلم یک فصل میمیرد. اگر باد را از آن جدا کنند، دو فصلم میمیرد. اگر نان را از آن جدا کنند، سه فصلم میمیرد. اگر آزادی را از آن جدا کنند، سال من میمیرد و من نیست خواهم بود. در برابر چشم‌های آسمان ابر را، در برابر چشم‌های ابر باد را، در برابر چشم‌های باد باران را، در برابر چشم‌های باران خاک را دزدیدند و سرانجام در برابر همه چشم‌ها دو چشم زنده را زنده به گور کردند. چشم‌هایی که دوست‌ها را دیده بودند.
زیر خاکی که به باد میره، کور کار داغ دیده در میره از کار کوره، کار کوره، کار کوره. دو کلمه دو تشر دو سوال باز شو بخونه تو دلت تکون نخوره، کار فقط بگو کور صبر بله اومده یک کدوم احش مرده رود زنده زنده، کار کدوم آتش زنده است که دون شکر هفت هزار تپه میشه کام تلخ صاب خونه. بازجو بجو 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 بازجو بجو بجو بازجو بجو آبی که دور یه جوب نمیره. بازجو بجو 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 بازجو بجو بجو کار آتیش و پنبه خود نمیشه. بازجو بجو بجو رسونی که پاسبونه چهل و دو سال کار کور زیر زجه زار چی؟ دست باد و پا نفتی شده نفت چلا دو سال مار خوردست ای شده ای شده جوجه رنگی شده پس خروس خونه خونه کار کار جوخه خونه دل به خونه دل خروس جنگی شده شده شدم بره برا برای امونت ها میریز ستونت آخ در میرم از کار کوره وایسا چرخی کار چوخه های میکوبه قشون کار را افتاد سکون کار رشه روی شیش دنگ زمینه کوره صبر به لب اومده یه منه خلقم رو روتینت کار صبر به لب اومده یه منه پوتینم رو پوتینت میشنوی پوتینم رو خاکی که به باد میره نگاهی که دار بیشه میبینه نمیبینه سری که به دار میره میمیره نمیمیره دست و پاها خواب میره میشینه 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 روی ته و وای میسته جار میشه ساتورت بیاره که شکه کار شکه شکه با تو میگره که ضربه کار ضربه ساتورت تو با تو تو لحظه هام زجه زار زجه زار زجه زار زجه زار آتیشت تو پنبه زار رفته و طلوع میکنه از شوم هفت هزار هفت هزار هفت 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 هزار تپه هفت هفت هزار تپه هفت هفت هزار تپه بنده کردن بنده آمار هم زندانی میکنن همون جوز اونه رو زندانی میکنن Go ahead.
روزی در سال که کارگران فارغ از نژاد، مذهب و مسلک، رنگ و جنسیت در همه کشورها بتونن به خیابون بیان و خواسته های مشترکشون رو طرح و علیه استثمار و بی‌حقوقی که علیه اونها توسط دولت‌های سرمایه‌داری اعمال می‌شد به صورت دست جمعی اعتراض و مبارزه کنند، شد حلقه همبستگی کارگران در جهان. که با استقبال کارگران در کشورهای صنعتی مواجه شد، با مخالفت شدید سرمایه‌داران و دولت‌ها هم روبرو شد. صاحبان سرمایه و قدرت که از بابت پراکندگی و نبود همبستگی در میان کارگران سودهای مضاعف گزافی می‌بردند، به تقلا افتادند که به هر طریق ممکن مانع تبدیل اول ماه مه به روز همبستگی و همصدایی کارگران و مانائی آن شوند، ولی ناکام موندند. روز اول ماه مه طولی نکشید که ابتدا در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی و سپس به تدریج با تلاش سازمانهای کارگری جهانی و ماندگار شد. زیرا کارگران دریافتند با همبستگی و اتحاد میتونن به بسیاری از حقوقی که پیشتر از اون محرومشون کرده بودن دست پیدا کنند و هرچه ابعاد همبستگیشون بیشتر باشه زودتر به حقوقشون میرسن. تظاهرات اول ماه 1401 در برلین دعوت سندیکاهای مختلف در آلمان و برلین اتحادیه‌های مختلف و اتحادیه سراسری و سندیکاهای مختلف در نوران نفر اینا به ما شرکت کردن. اینم شهرداری سرخ برلین است که متقابل و هر کدام با شعارهای بسیار روی جشن خانوادگی هم هست. علیه جنگ در سال 1890، یعنی درست یک سال بعد از تصویب روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه به شکل گسترده‌ای برای اولین بار به رغم اعلام ممنوعیت اون توسط دولت‌ها و قرق شدن خیابان‌های شهرهای بزرگ در کشورهای صنعتی با شرکت صدها هزار نفر برگزار شد. در وین حدود 150 هزار نفر در نخستین روز برگزاری روز کارگر شرکت کردند. در استکهلم 100 هزار نفر، در بوداپست 30 هزار نفر، در بلژیک 100 هزار نفر کارگر معدن در روز کارگر اعتصاب کردند و در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برپا کردند. در شهرهای بروکسل و شارلوآ در مجموع 30 هزار نفر تظاهرات کردند.
در نیویورک 20 هزار نفر، در شیکاگو 35 هزار، در شهر لوئیویل 20 هزار نفر در میتینگ‌های نخستین روز کارگر شرکت کردند. در پاریس برای جلوگیری از تظاهرات 34 هزار سرباز مستقر کردند. در انگلستان یک روز قبل از روز کارگر و هم در آن روز دو تظاهرات خیابانی برگزار شد و سوئیس تنها کشوری بود که پلیس بر تظاهرات کارگران که در چند شهر برگزار شد دخالتی نکرد. جهانی کارگر اول ماه مه بر کارگران جهان مبارک است. اینجا هلند، شهر اتریخ، از طرف اتحادیه‌ها، سندیکا و احزاب چپ سوسیالیست اعلام میتینگ کردند و این روز را بزرگداشت نمودند. از طرف حزب چپ ایران فدایان خلق هم بر مبنای مسائل برنامه‌ای خود در این گردهمایی شرکت نموده و با شعار اصلی اتحاد، همبستگی و تشکل صدای کارگران ایران و زحمتکشان ایران را به سراسر جهان می‌رساند. روز کارگر مبارک. معطل چه مانده اید؟ کارگران چشم براه و نان و واریز یارانه ها. شما را به هر کسی که می پرستید متحد شدید. شما آیا هرگز به کف دست های خود خیره مانده اید؟ هر تاول تازه
فقط 1000 تومان بیبها. شما آیا هرگز ستمگران را از نزدیک دیده اید؟ آنها با شما عهد اخوت بستند. روز رژه پرولتاریا یک دست دست شما را ببوسند، با دیگر دست تهمانده جیب جان را یغما به شعبده. بله پدر، من هم خسته شدم پدر. من هنوز هم رو به هر ایستگاهی که برمیگردم باز تو را میبینم، تکیده، غمگین، ناامید، چشم به راه رویایی که روزمزد سنگ و تابه و تحملی طولانی است. من در رویای خود دنیایی را می‌بینم که در آن هیچ انسانی انسان دیگر را خوار نمی‌شمارد. زمین از عشق و دوستی سرشار است و صلح آرامش گذرگاه‌هایش را می‌آراید. من در رویای خود دنیایی را می‌بینم که در آن همگان راه گرامی آزادی را می‌شناسند. حسد جان را نمی‌گزد و طمع روزگار را بر ما سیاه نمی کند. من در رویای خود دنیایی را می بینم که در آن سیاه یا سفید از هر نژادی که هستی از نعمتهای گسترده زمین سهم می برد. هر انسانی آزاد است. شوربختی از شرم سر به زیر می افکند و شادی همچون مرواری دیگران قیمت نیازهای تمامی بشریت را بر می آورد. چون این است دنیای رویای من. Oh.
عزیز این گوها رو برات این کاریم. ماهای مه دورین روچا که گوه اردی بهشت 11 روچا کاری بودتا پشری به جاه دارید. ای همار روچین که سجه جهان کاریانی هر تار مظاهره نابری بری و بی عدلی هلاپا به جاه دارده بید. او زورانسرین حکومت و ظالمین دولتانی دیم پا دیم ما گوشتند. هما ظلم و ستمانی هلاپا که کاریانی سراب پر رنگ بکرند. ایران چپ پارتی حزب چپ ای شادهین روچا پا شما سجهین ها شاباش گوشید. جهان کاری من ای دورین روچا دو چهر دین و رنگ و ملک و ملیتی گو همدلی و تی هر تال آمد چینن رو رو حیابانان سرا راه کپن تم و تی لوت و واحگان درشان کنن تو گو تپاکی یکوی و تی ای جهدا یک راه کنن تو دیما ببرن تیاک ایران سر جهین حاکه کاری و زحمت کش دو چهر قومی و ملی و زبانی گرن چو پیوستی یک هور و عواری و عقی هست که ابی چه یکی و تپاکی پا آیا رسد نکن. او عزیز کاریم من هر کجا که زندگوازینید اردی بهشت 11 روچا هور تپاک همدل و همکوپک گوه سجهین زحمت کشان رو رو حیابانانی سرا در رشد ظلم و زور بی عدلی ستمگری و لطماری او نابری بری هلاپا جاه جنید باوتی حق و حقوقانی بر جاه دارگا جهدو پکار کنید. تامتینا می سونان ساتو او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 تامتینا می سونان ساتو e ho trovato l'invaso o partigiano portami via o bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via che mi sento di morire. انقلاب صنعتی که در بازه زمانی سال 1760 تا سال 1840 میلادی رخ داد ابتدا در انگلستان آغاز شد و سپس به اروپا و امریکا راه یافت. در اوایل انقلاب صنعتی مزد کارگران ناچیز بود و برای سیر کردن شکمشان زنان و کودکان خود را برای کار به کارگاه‌های ناسالم و متروک می‌بردند. به طوری که در سال 1750 در انگلستان 14% کارگران در کارخانجات زیر 14 سال بودند. در امریکا تا پیش از سال 1874 وقتی که ماساچوست اولین قانون کشور را در مورد محدود کردن ساعت کار زنان و کودکان در کارخانه ها به 10 ساعت در روز به تصویب رساند هیچ گونه قانون کاری در کشور وجود نداشت. در دهه 1930 بود که دولت فدرال وارد عمل شد تا آن موقع وضع کار به عهده مقامات محلی و ایالتی واگذار شده بود. بد نیست مروری داشته باشیم به تاریخچه مبارزاتی تشکل‌های کارگری در امریکا و چگونگی شکل‌گیری اول ماه مه. در اوایل دهه 1880 تلاش تشکل‌های کارگری ایالات متحده برای تصویب قوانینی به منظور کاهش ساعت کار بدون کاهش دستمزد با مخالفت کارفرمایان و دولت مواجه شد و به نتیجه نرسید. در واکنش به تعلل قانونگذاران در تصویب قانون 8 ساعت کار در روز، فدراسیون اتحادیه‌های صنفی و کارگری آمریکا در جلسه در سال 1884 دو سال به دولت و کارفرمایان مهلت داد تا قانون 8 ساعت کار را به تصویب برسانند و به اجرا بگذارند. با خودداری مقامات از پذیرش این درخواست در روز اول ماه مه 1886 تظاهرات گسترده‌ای در شماری از شهرهای امریکا برگزار شد و به خصوص در شهر شیکاگو چند ده هزار نفر در حمایت از این خواست دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند
که چند روز ادامه داشت. ادامه تظاهرات سرانجام در شامگاه 4 مه به خشونت گرایید و در جریان برخورد تظاهر کنندگان و پلیس که در اثر آن تعدادی از کارگران کشته شدند. با این همه به دعوت تشکل‌های کارگری امریکا در روز اول ماه مه سال 1890 تظاهرات گسترده دیگری صورت گرفت و در سال بعد هم در همین روز مراسمی را با عنوان بزرگداشت روز کارگر برگزار کردند. در سالهای بعد و با قدرت گرفتن جنبش‌های سوسیالیستی در شماری از کشورهای جهان از اوایل قرن 20 روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر مورد توجه خاص قرار گرفت. آگاهی از وابستگی متقابل سرمایه و کار در دهه‌های پایانی قرن 19 باعث شد تا کارگران خواستهایی را برای بهبود شرایط کار از جمله افزایش دستمزد، قانونمند شدن ساعات کار، محیط بهتر کار و امنیت نسبی شغل مطرح کنند و برای تحقق این خواستها به ایجاد تشکل‌های موسوم اتحادیه‌ها یا سندیکای کارگری مبادرت ورزند. هدف از ایجاد این تشکل‌ها همبستگی و اتحاد کارگران در برابر اجحاف کارفرمایان و امکان دست زدن به اقدامات دست جمعی به منظور طرح و پیشبرد خواست کارگران بود. در پس شکل‌گیری کشورهای سوسیالیستی از یک طرف و مبارزات متشکل و پیگیرانه کارگران در کشورهای سرمایه‌داری از طرف دیگر، صاحبان سرمایه و دولت‌های حامی را بران داشت تا به درخواست کارگران و زحمتکشان گردن نهند. میوه بیکاری یکی از طرح‌های کمکی دولت‌ها به شهروندان خود است که مزایا و شرایط آن در هر کشوری متفاوت خواهد بود. این بیمه مانند یک کمک هزینه زندگی تلقی می شود که تا زمان شاغل شدن دوباره فرد می تواند تا حدودی به زندگی خود سر و سامان دهد. تاریخچه این طرح به سال 1932 برمی گردد، زمانی که دولت ایالات متحده از آن برای اولین بار در قانون خود استفاده کرد. در سالهای بعد این قانون در ایالات متحده تکمیل و به سایر کشورها هم کشیده شد. قانون بیمه بیکاری در کانادا در سال 1940 ایجاد شد. اعتصاب از پی انقلاب صنعتی به وجود آمد و طبقه کارگر که زاده این انقلاب بود برای دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان دست به تشکیل سازمان‌هایی زد و این سازمان‌ها از اعتصاب همچون وسیله کارآمد برای رسیدن به خواست‌های کارگران استفاده کردند. در آغاز دولت‌ها و کارفرمایان با انواع وسایل و حتی به کمک نیروی انتظامی اعتصاب‌ها را در هم می‌شکستند و برپا کنندگان اعتصاب را به خون می‌کشیدند. اما از نیمه قرن 19 به بعد بر اثر مبارزات کارگران اعتصاب رفته رفته صورت قانونی یافت و به میان دیگر گروه‌های اجتماعی از جمله کارمندان، دانشجویان و کارکنان مشاغل آزاد نیز راه یافت. در اعتصاب‌های همگانی که جنبه سیاسی دارند، گاه اکثر مردم یک کشور از کار دست می‌کشند. البته به جز کسانی که کارهای بسیار ضروری از نظر اجتماعی مانند خدمات آب و برق و بهداشت را بر عهده دارند. در رژیم‌های دیکتاتوری اعتصاب به موجب قانون یا در عمل ممنوع است. مرخصی زایمان نوعی مرخصی یا ترک موقت از کار است که در قوانین کار بعضی از کشورها یا سیاست‌های برخی از شرکت‌های خصوصی تعریف شده است. این نوع مرخصی شغلی با حقوق به مادرانی تعلق می‌گیرد که در دوران پیش یا پس از وضع حمل فرزندشان به سر می‌برند. تمام مادران بعد از زایمان
نیازمند استراحت و مراقبت‌های ویژه هستند تا سلامتی خود را حفظ و عوارض احتمالی وضع هم را در کوتاه مدت و دراز مدت کاهش دهند. همچنین در برخی موارد مادران طی دوران پیش از زایمان نیز به استراحت و مراقبت‌های ویژه نیازمند هستند که عمدتاً بنا به تشخیص پزشک لازم می شود. نگاهی داشته باشیم به مدت زمان این نوع مرخصی ها در چند کشور اروپایی. آلمان 14 هفته، بلژیک 15 هفته، فرانسه و اسپانیا 16 هفته، نروژ 56 هفته و در سوئد پدر مادرها می توانند از 16 ماه مرخصی زایمان همراه با حقوق استفاده کنند که هزینه آن بین دولت و کارفرما تقسیم می شود. میلیون ها کودک در سراسر جهان گرفتار دایره شیطانی فقر و بهره کشی اند. هرچند کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال و قوانین ملی کار کودکان را منع می کنند، اما هنوز هم در سطح جهان 144 میلیون کودک زیر 15 سال مجبور به کارند. به گزارش یونیسف شمار کودکان کار در 15 سال اخیر از 246 میلیون به 168 میلیون کودک و نوجوان کاهش یافته است که در سنین 5 تا 17 سالگی قرار دارند. آرزوی جهانی که در آن کودکان به خاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی مجبور به ترک مدرسه و سرازیر شدن به بازار کار نباشند، شاید آرزوی بزرگی باشد ولی یقیناً دستیافتنی است. ترین طبقه جامعه من شمایی، اگه ذهن انسان جهان باشه شما خدایی، خالقی خالق فکر دبیر اخلاق، بستری پایه کشت نوید افکار، آینده کشورمی فردای بهترمی، رنگ دنیای سیاهم روشنی شبمی، دانش آموز بی انضباط تمنیم کتقبی تو عبد تو صفتم پشت سرت یک قدمی، قلم دادی دستم قلم میزنم به جات، حالا که دست گذاشتن جلو دهنت میشم من صدات، دیکه میکنم رو برق لعنت به فساد، جای معلم تو زندان است لعنت به استبداد. با سلام خدمت بینندگان عزیز و تبریک اول ماه روز جهانی کارگر. من امروز جلوی چادری هستم که جمعی از تشکل‌های ایرانی این چادر رو گرفتن و به مناسبت اول ماه می و جمعی از ایرانی‌های هموطنان ایرانی مون در این روز اول ماه می میان و در سری به چادر ایرانی ها میزنن و خبرهای جدید را از فعالین کارگری، از مردم طبقه کارگر در ایران و همچنین معلمان، پرستاران، دانشجویان و کسانی که در زندان هستن پرسجو میشن. قلم دادی دستم قلم میزنم به جات، حالا که دست گذاشتن جلو دهنت میشم من صدات، دیکه میکنم رو برق لعنت به فساد، جای معلم تو زندان است لعنت به استبداد. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزیم. همینجور که میبینین
حزب چپ ایران بلژیک به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر یک برنامه ای رو هم بیشتر هم اطلاع داده بود در همکاری با 4 تشکل و انجمن ایرانی دیگه توی بلژیک ترتیب داده و امسال بسیار اهمیت داشت که با توجه به رشد جنبش کارگری و جنبش معلمان توی این سالهای اخیر بتونیم توی بزرگ داشته این روز توی کشور مختلف فعالیت داشته باشیم. حالا این حزب چپ باید بلژیک این رو برای اینکه جدیتر بتونه صداش رو به تشکلهای بین‌المللی برسونه و اعصاب برسونه و امکان گفتگوش در رابطه با وضعیت طبقه کارگر در ایران و مشکلاتی که مردم ایران باهاش مواجه هستن بیشتر بشه، این خلاقیت رو به خرج داد و این سازماندهی رو کرد که در همراهی با بقیه نیروها باشه. توی این غرفه در واقع علاوه بر بحثایی که در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، وضعیت معیشتی طبقه کارگر ایران، آسیبایی که تحریم‌ها به مردم ایران میزنن زده میشه، مطرح میشه. علاوه بر این خب اطلاعیه‌هایی تهیه شده به زبان فرانسوی که برای مراجعه کنندگان داده میشه، هم گزارش‌هایی از وضعیت کارگران و مردم ایران و هم موضع ما و نگاه ما نسبت به افق آنچه که این تحولات رقم خواهد زد. سرت یک قدمی قلم دادی دستم قلم میزنم به جات، حالا که دست گذاشتن جلو دهنت میشم من صدات، دیگه میکنم رو برق لعنت به فساد، جای معلم تو زندان است لعنت به استبداد. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو برق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو برق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. حقیقت یا قدرت جواب بده جا طلب، این امتحان شرف من اولین داوطلب، تو جبهه معلم و سنگر آخرم، همه فرمولا رو حفظم پر میدم باخ ندم. این یه انشاست تقدیم به هرچی معلم، ما دست برورده یه تویم از کارگر تا دولتش، دیوار کوتاه و بلندش معترض تا مفتش، از مکبر تا این رپری که صداش بلنده. معلم چه جوری بابا نون داد رو یاد بده وقتی سفرشون قدیس که نون توش جا بشه، چه جور از غرور بگه وقتی با تون جواب بشه، در کلاس رو با کنم که طوفان میشه. بالاترین طبقه جامعه من شمایی، اگه ذهن انسان جهان باشه شما خدایی، خالقی خالق فکر دبیر اخلاق، بستری پایه کشت نوید افکار، آینده کشورمی فردای بهترمی، رنگ دنیای سیاهم روشنی شبمی، دانش آموز بی انضباط تمنیم کتقبی تا و تو صفتم پشت سرت یک قدمی، قلم دادی دستم قلم میزنم به جات، حالا که دست گذاشتن جلو دهنت میشم من صدات، دیکه میکنم رو برق لعنت به فساد، جای معلم تو زندان است لعنت به استبداد. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. حقیقت یا قدرت جواب بده جا طلب، این امتحان شرف من اولین داوطلب، تو جبهه معلم و سنگر آخرم، همه فرمولا رو حفظم قول میدم باخ ندم. حزب چپ ایران خلق فدایلرنین 1401 ilin 1 may Dünya İşçiler Günü münasebetine verdiği elamiye. Yaşasın 1 may Dünya İşçilerinin Birliği ve Mübarize Bayramı. 1 may Dünya Kargerlerinin istismar, zulm ve tebiz aleyhine sermayedarlık nizamına karşı elbir mübarize günüdür. Bugün bütün ülkelerin işçileri her renciden, her milletten ve cinsiden olur olsun kıyavanlara akışır. Muhtelif merasim ve tezahüratlar kurur ve uca sesle öz istehlerini bildirir, öz mübarize azmini dünyaya nişan verir.
Bu büyük şanlı gün işçi tabakanın, bütün zahmetkeşlerin bayram günüdür. Bu şanlı şöhretli bayram mübarek olsun. Aziz işçi yoldaşlar, bugün İran'da da hükmü süren kuruluş sermayedarlık nizamıdır. Burada da hakim tabaka olan büyük sermayedarlar milyonlar insanı felakette yaşadır. Çok küçük varlı bir egalliyet ölkənin servetlerini, halkın zahmetinin semeresini çapıp, talayıp milyonlar işçini, milyonlar zahmetkeşi ve onların xanabadalarını qara günə koymuşlar. Bu gayri insanı kuruluş ve bu zalim istismarçı ve qaretkar tabaka bugün İran'da din perdesi altında İslam ve Cumhuri İslamı adı altında gizlenir. Bu dinci hakim tabaka bu muhtelif organlar adı altında halkı soyan soyguncular sizin bütün İran işçilerinin, bütün İran zahmetçilerinin düşmanlarıdırlar. Onların serveti memleketin ve yazık halkın gayretinden toplanır. Onlar her yerde yaşasalar da halkın beraberinde karıcıların, zahmetçilerin kabağında azadikahların aleyhine müttehit hareket edirlər. O sebepten bütün İran'ın işçileri, bütün İran'ın zahmetçileri, bütün gayretçilere karşı el-elə verib ve müttehit olmalıdırlar. 1 May günü 11 ordu beş bu ittihadın ve bu elbirlikin sembolüdür. Siz de bu 1 May gününde hiyamanlara, meydanlara çıkın. Zülme, istismara, diktatorluk ve cinayetlere itiraz edin. İsteşlerinizi uca sesle bildirin. Onlara çatmak için mübarize azmizi nişan verin. Birleşin. Karıcer ve zahmetçi yoldaşlar, 1 May sizin gününüzdür. Siz ezilenlerin, siz istismar olanların günü. Birleşin. Öz kudretinizi nişan verin. Vay hamı sizin kudretinizi, sizin ittihadınızı görsün. Sizin ve balalarınızın hoşbetliği ancak bu bildişten ve bu müttehit mübarizadan yaranabilir. Yaşasın 1 May dünya işçilerinin birlik günü, birlik ve mübarize bayramı. İran kariger tebegesine eşk olsun. Yaşasın azadlık, yaşasın içtimai adalet. Hizb-i Tepe İran, xalq fedaileri. Cıbış cıbış cıbış, eray, senin meramın
Seninlə şəhrinlə dadaş, həyəcan vardır Gözəl-gözəl məhəllə var, xiyaban vardır Bu ədəb illə aslara, iki qardaşdır Dağlarının başında gündə duman vardır Salam, 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 salam ey, salam ey, salam ey nima Məhəbbətin vardı mənə, nesə tay nima Məhəbbətin vardı mənə, nesə tay nima Cıbış, 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 cıbış سال 1890 گفتن کاهش ساعات کار به 8 ساعت کار روزانه بوده. با این حال از اونچه که در قطعنامه 1889 کنگره کارگری پاریس به تصویب رسیده مشخص میشه که هدف مؤسسان روز جهانی کارگر فراتر از تقلیل ساعات کار بوده. مبارزه برای کسب حقوق انتخاباتی در کشورهایی که کارگران از حقوق انتخاباتی محروم شده بودند، تلاش برای تسخیر قدرت از طریق قانونی، دفاع از آزادی مبارزه برای جامعه‌ای بر پایه تعاون که هم صنعتی و هم اجتماعی باشه، بخش‌های دیگر این قطعنامه هستند که جزء اهداف حاضران در کنگره بوده. میخوام بگم که خواست‌ها محدود به مسائل صنفی نشده.
امروز وضعیت عمومی کارگران به درجات متفاوتی در اکثر کشورها از لحاظ مختلف تغییر کرده و با گذشته قابل قیاس نیست. ساعت کار در بسیاری از کشورها به زیر 8 ساعت کاهش یافته. تبعیض مزدی و جنسیتی کم و بیش کمتر شده. وضعیت دستمزد و شرایط کاری کارگران در اکثر کشورها بهبود پیدا کرده. قوانین اجتماعی و کار در تعداد قابل توجهی از کشورها به تصویب رسیده که باعث بهبود وضعیت عمومی کارگران شده. زنان و کارگران از حق رأی برخوردار شدند. البته هنوز هم کم نیستن کشورهایی که وضعیت کارگران در اونها بسیار نامطلوبه. با این همه و با وجود این دستاوردها که 100 سال پیش دست نیافتنی به نظر می رسید، روز اول مه ماندگار و پابرجا به صورت مهمترین و محبوب ترین روز بین المللی مطرح است. سبب آن چیست؟ کار یعنی روح و جان زندگی، کارگر شد مایه پایندگی، کار اصل رویش و افزودن است، کارگر فریاد نبض بودن است. گفت جوهیلم سکوتش پایدار، می شود فریادهای بیشمار. چون که قدر کارگر از کار شد، ماه مه غوغای هر بازار شد. با سلام خدمت همه زحمتکشان ایران، من سیامک فرید هستم، شغلم برقکار صنعتی است، عضو حزب چپ ایران فدایان خلق هستم و 11 اردیبهشت رو مطابق با اول ماه مه روز جهانی کارگر رو به همه به خصوص کارگران ایران تبریک میگم. امیدوارم که در این روز بتونیم در کنار هم متحدانه، در کنار سایر زحمتکشان، معلمین، کادر درمان، بازنشسته ها، دانشجویان و همه حقوق بگیران در کنار هم بتونیم حقمون رو فریاد بزنیم. با امید روزی که بتونیم با هم تشکیل سندیکا بدیم و آزادانه با هم مشورت بکنیم تا بتونیم حقمون رو به صورت‌های بهتری مطالبه کنیم. به امید روزهای بهتر.
در ایران نیروهای پراکنده زیادی وجود دارند که ما باید سعی کنیم در اتحاد، در مجتمع کردن آنها در و وابستگی آنها به همدیگه ایجاد. مثلا ما کارگران بسیاری داریم، زیادی داریم که در خیلی از تشکل‌ها هستن و از معلم ها هستن. خوشبختانه معلم های ما خیلی خیلی آگاهن و خصوصا در رابطه با فعالین کارگری و فعالیت های کارگری بسیار آگاهی دارن و خوشبختانه من فکر میکنم که در این سال جدید نیروهای معلم های ما با همبستگی که اعلام کردن با نیروهای کارگری میتونن یه نیروی بسیار عظیمی رو علیه فقر و بدبختی که وجود داره ایجاد کنن. خب بدون تشکل کارگری عموما تو نمیتونی مطالبات خودت رو سازماندهی بکنی، یا خواستهای صنفی خودت رو. حتی این تشکل بنیان یک حرکت اینی توی جامعه است. به این معنی که اگه بدون تشکل پراکندگی است، پراکندگی هم به راحتی از طرف صاحبان سرمایه، صاحبان قدرت سرکوب میشه. یه تشکل به توجه، اگه توجه داشته باشیم به تشکل معلمات توی این دوره، علی رغم اینکه فشار رویشون است، ولی توانستن خواسته ها و مطالبات خودشون رو سازماندهی کرده و همسو با دیگر تشکل های معلم ها در شهرهای مختلف حرکت مشترکی رو پیش ببرن. طبیعتا کارگرها هم که بخش عظیم جنبش عدالت خواهانه هست، هم بدون این تشکل، بدون همکاری، بدون همبستگی به راحتی زیر ضرب میره. اما یک تشکل، یه همبستگی سراسری بین این نیروها خود عامل استحکام و پیشروی این جنبش در جنبش دموکراسی خواهی و عدالت خواهی در روی ایران هست. سبب آن چیست؟ سبب را باید در نقشی که اول ماهمه در تغییر وضع دیروز با امروز تونسته به وجود بیاره و در نیازی که نه فقط کارگران و مزد بگیرن بلکه بسیاری از گروه های اجتماعی دیگه احساس می کنند باید دید. نگاهی به
تأکید اجتماعی شرکت کنندگان و طیف‌هایی که همه ساله در کشورهای مختلف در مراسم این روز شرکت می‌کنند، اگر بندازیم سبب رو خواهیم یافت. روز کارگر نیز مثل همه چیز در گذر زمان و رویدادها دچار تغییر و تحول شده، اما به شکل مثبت. اول ماه مه همچنان مظهر و نماد همبستگی جنبش جهانی کارگر باقی مونده. با این وضع کم نیستن مردمی که کارگر هم نیستن، ولی احساس نزدیکی با کارگران دارن و این نزدیکی رو با شرکت در مراسم روز کارگر نشون میدن. چه میپوست باشد که چه میبماند. Yeah.